عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. امروز یک شنبه 22 اسفند ماه هستش و مهمترین خبری که میشه گفت امروز بازار را یه جورایی شوکه کردون ابتدای صبح، حمله موشکی دیشب بود که 12 فروند موشک بالستیک به سمت مقر موساد در اربیل عراق شلیک شد و خب ابتدای کار خیلی از خبرگزاری‌های خارجی بیشتر سمت کنسولگری آمریکا در اربیل را هدف گرفته. همونجوری که می‌بینید الان این خبر مال 8 ساعت قبل هستش، یعنی الان 4 بعد از ظهر من دارم برای شما این گزارش را تهیه می‌کنم. این تقریبا میشه گفتش که مال 8-9 صبح دیگه که حمله موشکی به کنسولگری آمریکا در اربیل، دقیقا با یه همچین خبری بورس امروز ما شروع شد و خیلی ها احساس کردن که حمله به سمت کنسولگری آمریکا بوده، ولی بعدش مشخص شد که این خبر به سمت این حمله به سمت پایگاه جاسوسی موساد در اربیل بوده و حالا خیلی هم جایی که به صلاح مورد هدف قرار گرفته ربطی به آمریکا نداشته و یه جایی در حومه اربیل بوده که حالا در هر حال این کار انجام شده و اثرش رو هم دقیقا شما روی بازار امروز میتونید ببینید. یعنی اون اول کار که بحث این بود که کنسولگری آمریکا مورد هدف قرار گرفته، بازار اصلا شروع به منفی شدن هم کرد و خیلی با احتیاط معاملات انجام شد. اون اواخر کار که تقریبا خبرگزاری های ایران زدن که این قضیه ربطی به کنسولگری آمریکا نداره، یه ذره اوضاع بهتر شد و میبینید یه جهش خوبی در کل بورس داشتیم. در نهایت با 2.2% امروز کار به پایان رسید. در شاخص هموزن البته این گونه نبود و به اصطلاح نمادهای کوچکتر امروز در نهایت با 1% منفی کار خودشون رو تموم کرد. خب دفعه قبلی که یه همچین اتفاقی افتاد و یه حمله موشکی ما داشتیم، فکر میکنم برگرده به دیماه سال 98، یعنی اینجا دقیقا ببینید اون دیماه 98. خب 13 دی بحث حمله آمریکا بود و شهادت سردار سلیمانی اتفاق افتاد یادتون باشه و یکی دو روز بورس اصلا در صفحه فروش به صورت بسیار عجیبی قفل شد. حالا شاید خیلی از شما بزرگواران اون موقع اصلا تو بورس نبوده باشید، ولی اینقدر دیگه صفحه فروش های اون موقع سنگین بود که جوری بهتون بگم شاید یه نماد دو نماد بودن که فقط معامله میشد، یعنی فقط همه فروشنده بودن. این تفاوتش با صفحه فروش الان، یا حالا درسته که الان هم قفل میشه صفحه فروش فشرده و سنگین هستن، ولی خب بالاخره یه تعداد 50 60 تا 100 تا 70 تا 80 تا معامله میشن، یا حتی مثلا 30 40 تا 20 تا در بدترین حالات ما صفحه خریدی هم داشتیم. ولی اون زمان من یادمه که اصلا صفحه خرید که هیچ معامله نمی شد، همه فروشنده بودن تا 2-3 روز. بعدش اون حمله موشکی به عین الاسد اتفاق افتاد و مشخص شد که جنگی در کار نیست، یعنی واکنش آمریکایی ها به اون حمله موشکی واکنش جنگی نبود. این رو هم در نظر بگیرید که اون موقع رئیس جمهور ترامپ بود و خب خیلی مثلا افراد میگفتن حالا یه واکنش نظامی قطعا میخواد انجام بگیره، ولی بعد از یک دو روز که مشخص شد آمریکا نه فقط اومد محکوم کرد و اتفاقی نیفتاد، اتفاقا صعود اصلی بورس از همونجا رقم خورد و بعد میبینید اون موقعی که ما داریم صحبت کنیم شاخص روی 350,000 بود روی دیماه 98 و در چیز حدود 5-6 ماه میشه گفتش که شاخص کل تقریبا 6 برابر بیشتر شد و به 2 میلیون هم رسید. خب حالا مجددا یه اتفاق شبیه اون تکرار شده. من نمیگم که حتما این اتفاق میفته، ولی خب اگر که باز واکنش جنگی نباشه
ما امیدواریم که روند صعودی بورس ادامه دار باشه و بتونه به حرکت خودش ادامه بده. حالا در حال دو حالت وجود داره دیگه، اگر که کشورهای غربی بیان و به اصطلاح خدشه‌ای در مذاکرات برجام وارد بکنن به خاطر این حمله، خب احتمال داره که ما یه مقداری از برنامه‌ها عقب بیفتیم، ولی اگه نه به قول معروف اونها هم کاری نداشته باشن و روند خودش رو طی بکنه، اتفاقا میتونه این حمله به نفع بورس هم در نهایت تمام بشه. حالا بس ببینیم که واقعا واکنش دیگران به این حمله چی هستش و کشورهای دیگه چه واکنشی را دارن، مخصوصا الان که خب بالاخره اروپا خودش درگیر یک جنگ هم هست. یعنی حالا شاید اگر که جنگ روسیه و اوکراین نبود واکنششون قوی تر بود به این قضیه، الان خودشون دارن تو اون جبهه می جنگن و اگر که بخوان با تحریم های روسیه هم به نوعی دست و پنجه نرم بکنن، خب به خیلی موارد مانند نفت ایران، گاز ایران شاید نیاز مبرمی پیدا کنند و توی این شرایط صلاحشون نباشه که بخوان حالا خیلی هم روی این قضیه حساسیت نشون بدن. ولی خب با این وجود باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. در نهایت امروز نگاه میکنید خب نقشه از دیروز خیلی بهتره. دیروز از این دور نگاه کردیم بیشتر نقشه قرمز، اونم قرمزهای صفحه فروشی نمادهای نفتی و خودروی و بانکی که اصلا خیلی بدجور با حجم زیادی هم قرمز بودن، یعنی بزرگ هم بودن، مثل شتران امروز که خوشبختانه در مثبت آخر کار میبینیم که معاملاتش تمام شده و خب تقریبا 2.77 صدام مثبت شده، ولی خب منظور این که ببینید مربع مستطیل بزرگی از خودش به جا گذاشته. خب وضعیت از دیروز خیلی بهتر هستش، ولی هنوز میشه گفتش که بازار میترسه از ورود به معاملات و حالا از نظر اندیکاتوری هم امروز مومنتوم مجدد برگشت بالا، آرون که وضعیت خوبی داره، مشکلی هنوز در مکدی دیده نمیشه. البته درسته که یک دوتا از این خط کوتاه‌تر شده، ولی روند این قرمز آبی صعودی هستن و میتونه ادامه دار باشه. البته RSI وضعیت جالبی نداره. در شاخص کل هموزن خب وضعیت یه مقداری ناگوارتر از شاخص کله و خب هنوزم زیر ابر هستش و یا داخل درون ابر و نتونسته بالاتر بیاد. امیدواریم شاخص کل هموزن هم به زودی انشاءالله را بیفته. ولی مشکل امروز سقوط معاملات بود که مجددا از کانال 3000 میلیارد ما وارد کانال 2000 میلیارد شدیم، 2808. میبینید که ارزش معاملات هستش و خب کاهش چشمی را نسبت به روزهای قبل امروز داشت. البته همونطور که گفتیم این حمله موشکی واقعا تاثیرگذار بود، اگر که این اتفاق نمیافتاد خب حداقل شاید تو همون 3600-700 ما با سیر میکردیم و با یه مثبت یه کم بیشتری میمنیم جلو، یعنی به جای 2 دهم مثلا 3 دهم 4 دهم مثبت شده بودیم. ولی خب یه مقداری تحت شعاع قرار گرفت امروز معاملات بورس برای این خبر و نمادهای شتران، میتکو و گردش 60 و خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خودشون اختصاص دادن. خب پیش بینی میشه فردا هم بازار با روند مثبت خودش رو ادامه بده. دلیلی هم که اینجا ذکر شده این هستش که در حال با خبر شوکه کننده امروز انتظار میرفت که بازار یه مقداری بیش از این منفی بشه و صفحه فروش فشرده‌ای داشته باشیم، اما برخلاف انتظار روند خودش رو حفظ کرد و خب این خیلی خوب هستش برای آینده بازار. امیدواریم که ادامه دار باشه رشد بازار سرمایه مون. خب قیمت پایه محصولات پتروشیمی هم اعلام شده و این اعلام بر اساس نرخ ارز تقریبا 24 هزار تومانی هستش. یه جورایی میشه گفتش که کف قیمت ارز در ایران را داره مشخص میکنه اینجا و دیگه بعید به نظر میرسه که دلار بخواد زیر قیمت 24 هزار تومان
برسه و اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته. در حال امروز همونجور که مشاهده میکنید حقیقی ها به استخراج کانونهای فلزی، فرآوردهای نفتی و پیمانکاری صنعتی علاقه بیشتری نشون دادن که گل، که چاد، که دور، که منگنز، کاما، تجلی، شترام، بالاس و قنیشا نمادهایی بودن که امروز توسط حقیقی ها بیشتر از حقوقی ها خرید شدن. و اما حقوقی ها رفتن سراغ بانکی ها، فلزات اساسی، خودروی ها و محصولات پتروشیمی امروز و در هر حال دو تا گروه امروز از دست حقیقی ها به صورت ضعیف بود. رتبه 1 تا 4 رو حقوقی ها امروز زحمت کشیدن و خرید کردن. خب شاهد خروج پول بودیم و 210 میلیارد مجدداً توسط حقیقی ها از بازار امروز خارج شد. با وجود اینکه شاخص کل امروز مثبت بود ولی تعداد نمادهایی که مثبت بودن نسبت به منفی ها کمتره. 76 نماد مثبت نسبت به 98 نماد منفی. نقشه هم که نگاه کنید که الانه خب بخواهد تعداد منفی های مقداری بیشتر، قرمز های ذره بیشتر سبز هستش. صفحه خریدی های امروزمونم مشاهده کنید حدوداً 60 تا نماد صفحه خرید داریم، 4-5 تا هم تو آستانه صفحه خرید. حالا بگیم بخواهد 65 تا اینجا داریم، در حالی که صفحه فروشی هامونه حدود 50 تا 47 تا بهتره بگیم و در آستانه صف فروشمونم اینا هم 10 تا. تقریبا صف خرید صف فروشمون تعدادشون یکسان بود ولی یه مقداری از نظر تعدادی مثبت هامون کمتر از منفی ها بود. اغلب شاخصاس های بورسی هم که بینید تأثیر مثبت داشتن، مثل کگورد، شتران، کچات، فولاد، شبندر، شپنا، ولی فرابورسی ها اینجوری نبود و خب درها شاخص هموزن دیدید که امروز منفی خورد. درها نمادهای 60 شتران، خودرو، خسابا، شپنا، شبندر، فولاد، فزر، تجلی، کرمان، فرابورس، سمگا، به پیوند، توسن پرتراکنشتری نمادهایی بودن که امروز در اونها معامله انجام شد. خب سنگین ترین صفای خرید و فروشمون رو امروز میبینید که باز صفای خریدمون یه مقداری بیشتر بود از همون ابتدای صبح و خب در نهایت هم که 0.2 مثبت شدیم. افزایش دامنه نوسان برای شرکت‌های فرابورسی پیشنهاد شد و 5% قراره که این اتفاق بیفته، یعنی تقریبا حدود 10% ما نوسان داشته باشیم در بازار. به هر حال جالبه دیگه، یه سال میکنندش 2%، یه سال میکنندش 10%، یعنی سعی و خطا میکنن تا ببینن چی در میاد دیگه. خب اینجا شاهد شده که دولت 13 در ادامه نوسانات شدید ایجاد شده در بازار یه سری تصمیماتی گرفت که در هر حال این تصمیمات ابتدای کار با تأثیر مثبتی همراه نبود، اما با گذشت زمان گویا این داره تأثیرات بهتری را در بازار میگذاره و خب احتمال داره که یه جورایی بعد از اینکه سردرگمی بازار در روزهای پایانی امسال را شاهد بودیم و این بالاخره این یه هفته میگذره دیگه، فقط هم بورس نیست یه خودتون میدونید، من امروز مثلا توی خیابون ساعت تقریبا 2 بعد از ظهر دیدم انگار مثلا مردم یه جورای گیجند، نمیدونن حالا چه اتفاقی میخواد بیفته. واقعا من نمیدونم این شب عید که میشه چه اتفاقی میخواد بیفته که همه چیز میرزه به هم، یعنی مثلا که همه عجله دارن، همه تو ترافیکن، همه نمیدونم یه حالیه دیگه، شهر اون جنب و جوش عید داره، خیلی هم دوست دارن این قضیه رو، ولی خب حالا سوای این که شاید پرشور و حالا هیجان باشه با نشاط باشه، اون گیج بودن مردم خیلی
تو چشم میخوره و این تو بازار سرمایه واقعا وجود داره. یعنی الانه هیچیشو نمیشه پیش بینی کرد و در حال این هفته هفته گیج کننده هستش در بورس. امیدواریم که در حال به خیر بگذره. خب الگو ساعتیایی امروزمون سزار گروس و برق، تبولا، مهندسی مرآت پولا، تپولا، سزار گروس و برق، سغرب، داوه، قدام، تکنو و فولاش هستن که خب اینجا هم تعدادشون همچنین چنگی به دل نمیزنه و ببینیم انشالله روزهای آینده این قسمت هم بهتر بشه. دلار حدود 300 تومن امروز رشد داشت، 26300 معامله شد در بازار و ارزهای دیجیتال هم سری بهشون بزنیم که خب بیت کوین یه مقدار کوچکی امروز اومده پایین در حد 5600 دلار به 38500 رسیده. دیروز حدوداً 39 خورده ای بود. حالا بگیم حدود 1000 دلار امروز کاهش داشته که خب توی این قسمت فعلا داره نوسان میکنه. رد کردن 40000 دلار هم فعلا پروژه شده برای بیت کوین. به تبعمون میبینید که بقیه ارسام یه مقداری منفی شدن. البته هنوز ارزش ریالی بیت کوین بالای 1 میلیارد تومان هست، 1 میلیارد 18 میلیون. اتریوم 67 میلیون تومان امروز معامله شد. بقیه ارزها رو هم که میبینید دوج و شیبا هنوز یه دونه با هم دیگه فاصله دارن. شیبا هنوز نتونسته جبران بکنه از نظر مارکت کپ اون عقبوندگی که فعلا از دوج پیدا کرده تو روزهای اخیر را. هر ترون 1570 تومان و بیت کوین کش 7500 که خیلی نسبت به یک روز گذشته تغییر را در اینها مشاهده نمی کن. خب دوستان صبر کنیم ببینیم که سه روز باقی مانده این هفته، یعنی دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه چه اتفاقی میفته. امیدوارم که حالا حداقل اگر که رشد قابل توجهی هم نداشتیم بازار مثل دیروز نشه و در حال همین حدودا بمونه خوبه تا فعلا ما این یه هفته آخر سال رد کنیم بره تا انشاءالله شاهد این باشیم که سال آینده یک اتفاقات خوبی بیفته. ممنونم که توجه کردید، منتظر کامنت های خوبتونم هستم و واقعا تشکر میکنم از دوستانی که برای ما کامنت میگذارن. من همه اینها رو میخونم. آقای پرویز، آقای علی دانش، آقای آیدی عادل، آیدی محمد رضا که خب بیشتر بحث مذاکرات وین را مورد توجه قرار دادن، آقای مجید نوروزی، آقای قاسم احمدی، آیدی FRH، آقای نادر، آقای حامد و بقیه دوستانی که در حال لطف دارند و برای ما پیام میذارن. ممنونم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.